ما برای کوک کردن ساز اون اولین چیزی که احتیاج داریم اینه که بدونیم اسم نوت‌های هر کدوم از سیم‌های گیتار چیه. ما اگه هر کدوم از سیم‌های گیتار رو بخوایم اسمشون رو بگیم، از پایین می‌شماریم سیم‌ها رو، سیم پایینیمون شماره 1 و سیم بالایی شماره 6. اسم سیم 1 میشه نوت می یا تو سیستم انگلیسی میگن ای. اسم سیم 2 میشه نوت سی که تو سیستم انگلیسی میشه بی. اسم سیم سوممون سول یا جی. اسم سیم چهارمون ر یا دی. سیم پنجمون میشه لا یا ای و سیم ششم هم مثل سیم اول اسمش ای یا همون می هستش. ما برای کوک کردن سازمون از ابزاری به اسم تیونر استفاده میکنیم. تیونر رو هم میشه به شکل سخت افزاری از فروشگاه آلات موسیقی تهیه کرد و همین که میشه نرم افزارش رو گوشیمون نصب کرد و استفاده کرد. من اینجا از اپ گیتار تیونر استفاده میکنم. وارد محیط نرم افزار میشم، تو بخش پایین نوشته تیونر، روی تیونر میزنم. محیطی که میبینیم شامل سردسته سازمونه که گوشی های کوک رو نشون میده. سمت راست گوشی هایی هستن که برای کوک سیمای تریبل استفاده میشن و پایینی سمت راست میشه گوشی مربوط به کوک سیم 1، وسطی سیم 2 و بالایی برای سیم 3. توی سمت چپ گوشی پایینی مربوط به کوک سیم 6، گوشی وسط مربوط به سیم 5 و گوشی بالایی مربوط به سیم 4. حالا کافیه که من سازم رو وردارم و سیمی که میخوام کوک کنم و بهش یه ضربه بزنم. الان اینجا میبینید که تو محیط نرم افزار داره نشون میده منفی 3، یعنی این که سیمی که من دارم صداشو ایجاد میکنم به اندازه منفی 3 تا باید صفرتر بشه تا به صدای نرمال و درست سازمون برسیم. بنابراین من باید گوشی رو به سمت بیرون بچرخونم. می‌بینیم که یه تیک داد، یعنی این که الان دیگه روی کوک درست قرار داره. و البته می‌دونیم که اسم سیم 1 می هست یا نوت ای و اینجا هم برای ما نوت ای رو نشون میده و تیک سبز روشن میشه. برای سیم دوم نوتمون هست بی و من سیم 2 رو میزنم. این دفعه می‌بینم که چراغ قرمز رنگ و مثبت 5 شده، یعنی که کوک سیم دوم بیش از حد زیره، یعنی صدا بالا رفته. حالا این دفعه برعکس، باید گوشی رو به سمت خودم بچرخونم تا صدا بمتر بشه و دوباره نرم افزار به من اون تیک رو بده. سیم سوم اونم به همین شکل. اسم نوت سیم سوم هست جی یا نوت سول. من سیم 3 رو میزنم، میبینیم که تو نرم افزار نشون میده مثبت 3، یعنی که من یه مقدار سیمم سفته و باید شلتر بشه، صداش بمتر بشه. برابر میام گوشی مربوط به این سیم رو که میشه از پایین سومی یه مقدار باز به سمت خودم میچرخونم، یعنی به این سمت، تا به هم تیک سبز بده. اوکی، پس این هم سیم سوم. پس سیم اولمون شد ای، تیک میده. سیم دوم هست بی. اوکی، سیم سوم هم میشه جی. سیم چهارم اسمش هست دی یا نوت ر که کوک بود. سیم پنجم هم اگر ما بخوایم سیم چهار رو کوک کنیم، این گوشی مربوط به سیم چهارمه. سیم پنجم میشه لا که باز کوکه، این گوشی وسطی بالا میشه برای کوکش. سیم ششم هم میشه نوت می یا همون ای نوت که من اگه سیم ششو بزنم این دفعه میبینیم که منفی 6 زده و قرمز رنگ به سمت چپ قرمز شده. به این معنیه که ما سیمم خیلی بمه و باید سفترش کنیم و صداش زیرتر بشه. من گوشی مربوط به سیم 6 رو که میشه تو ردیف گوشی های بالا اولی به سمت بیرون میچرخونم. تا اینکه به تیک درست برسم. پس این هم نحوه کوک کردن سیم های گیتار به کمک نرم افزار گیتار تیونر.